به نام خداوند رنگین کمان، فرونزنده روز و شب و آسمان. بازم سلام مجدد دوستای عزیز، امید دارم همه شما جور و صحت باشین. به یکی دیگر از برنامه های مطالعه خوش آمدین دوستا. در این برنامه قرار است که ما در مورد فواید مطالعه صحبت بکنیم. در ویدیوی قبل اگر به یادتان باشه، ما آمدیم روی تعریف مطالعه صحبت کردیم و در ضمن آمدیم روی اهمیت مطالعه در اسلام هم صحبت کردیم. در این برنامه دوستان ما در مورد فواید مطالعه صحبت میکنیم. شماهایی که همی فعلا یا همی حالا این ویدیو رو میبینین، شاید از خود بپرسین که وقتی که من مطالعه میکنم، مطالعه چی فایده داره؟ فایده های مطالعه بر من چیست؟ دوستان مطالعه فواید خیلی زیاد داره که حالا من قرار است برای شما او را توضیح بدم. اولین فایده مطالعه ای است که مطالعه سبب افزایش معلومات عمومی ما میگردند. در عصر که ما زندگی میکنیم، این عصر عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات است. یعنی در این عصر نیاز است تا ما معلومات خیلی عمومی داشته باشیم. کسایی که بسیار زیاد مطالعه میکنن به همو اندازه اونا معلومات عمومی دارن دوستان. میبینین معمولا در این جای بند نمیمانن. وقتی که شما از اونا یک سوال را میپرسین جواب دادن میتونن. اونا در مورد جهان معلومات دارن، اونا در مورد طبیعت معلومات دارن، اونا در مورد خود انسان معلومات دارن، اونا در مورد هر چیز مطالعه کردن معلومات دارن. بر یک انسان است در مورد محیطی که زندگی میکنه یا در مورد جهان، در بین جهانی که زندگی میکنه باید معلومات داشته باشد. بنان دوستا اگر میخواین که معلومات عمومی شما افزایش پیدا بکنه، شما مطالعه بکنید. دومین فایده مطالعه ای است که مطالعه سبب حل مشکلات زندگی انسان ها میشه. قسمی که یک ضرب المثل ما از قدیما داریم دوستا در زبان فارسی که میگه انسان بی سواد حیثیت یک شخص کور داره، با وجودی که تمام موضوعات میبینه ولی خوانده نمیتونه و او را از شاگایی پیدا کرده نمیتونه. بنان اگر ما میخواییم که مشکلات زندگی ما حل شوه، ما باید مطالعه داشته باشیم. ببینین دوستان، اگر ما بسیار زیاد کتاب خوانده باشیم، ما بسیاری مشکلات ما را میتونیم خود ما حل بکنیم. اگر ما میخوایم یک مثال بر شما بزنم، اگر شما در رشته طب مطالعه کرده باشین و کتاب خوانده باشین، شما بسیار زود میتونین که وقایه بکنین و همین باعث خواهد شد که شما را بعض مرض ها اصلا نگیره دوستان. در تمام امورات زندگی ما میتونیم مشکلات ما را با مطالعه کردن حل بکنیم. و همچنان دوستا ببینین اهمیت خواندن و مطالعه و سواد در اینجاست که اگر شما یک زبان را یاد داشته باشین، درست شما یک نفر هستین. به می ترتیب اگر شما دو زبان یاد داشته باشین، دو نفر هستین. اگر شما به طور مثال در یکی از کشورهای میرین که زبان از اونها عربی است، اگر شما به عربی تکلم بکنین، ببینین مشکلاتتون خودتون حل میکنین. اگر اینکه شما زبان عربی را نفهمین و اونا زبان شما را نفهمه، شما چه قسم با هم دیگر صحبت خود کردین؟ چه قسم شما مشکلتون حل خود کردین و بالاخره برای شما مشکل زا خود بود؟ سومین فایده مطالعه ای از دوستا که مطالعه سبب پویایی مغز شما میشه. افرادی که مطالعه نمیکنن همیشه ذهن خسته می داشته باشن، بسیار تنبل هستن، یک حالت الزایمر می داشته باشن، فراموش یا فراموشکاری از نقطه نظر روانشناسی برش الزایمر میگن، که هر چیز را که مثلا برشان شما میگین میبینین بعد از یک مدت زمان کوتاه یادشان میره، فراموش میکنن. پس بنان همین مطالعه است که به مغز شما ورزش میده دوستا. هر چیز به ورزش نیاز داره. ما از نقطه نظر فیزیکی همه روزه باید باشگاه بریم، ورزش بکنیم، تمرین بکنیم و ذهن ما هم به ورزش ضرورت داره دوستا. پس کسایی که بسیار زیاد مطالعه میکنن، کسایی که کتاب میخوانن، اونا از جمله کسایی هستن که ذهنشان ورزش میدن. مطالعه سبب تعالی فرهنگ جامعه شما میشن. هر جامعه که بسیار زیاد مطالعه بکنه، شما ببینین که چقدر فرهنگ از اونا روز به روز بالاتر میشه، روز به روز فرهنگ از اونا بالا میره دوستا. مثلا اختلافات روز به روز از بین میره، مشکلات از بین میره. یک زمانی که ما در جامعه خود ما افراد بی سواد زیاد داشتیم، ما مشکلات بسیار زیاد داشتیم. همه روزه جنگ بود، همه روزه جنجال بود، همه روزه منازعه بود. ولی از زمانی که سطح آگاهی و دانش در جامعه های ما بلند رفت، ما میبینیم همین مشکلات امروز در افغانستان الحمدلله کم شده دوستا. و امید داریم که یک زمانی میشه که در کل این مشکلات از بین خاطر رفت. مطالعه سبب خداشناسی و افزایش معنویت میشه دوستان. فایده دیگه مطالعه ای است که مطالعه سبب شناخت استعدادها و خودشناسی میشه. مطالعه باعث اعتماد به نفس میشه.
در بحث اعتماد به نفس ما میخوایم بر شما بگویم دوستا، مثلا اگر شما دانشجو هستین، استاد دانشگاه بر شما میگه شما بیاین پیش روی صنف و بر جمع از دانشجویان و معسلان شما یک موضوع را بیان بکنین. خب اگر شما مطالعه نداشته باشین، اگر شما آگاهی بیشتر نداشته باشین، اونجا اعتماد به نفس شما خیلی پایین خواهد بود و شما در مورد از این موضوع صحبت نخواهد تانستین. ولی در مقابل دوستا، اگر شما مطالعه بسیار زیاد داشته باشین و استاد شما بخواین که شما در مورد یک موضوع چند دقیقه صحبت بکنین، من مطمئن هستم که با خیلی اعتماد به نفس بالا میرین استاد میشین و بالاخره با نام یاد خدا شروع میکنین و موضوع را بیان میکنین. مطالعه باعث میشه که شما احساس برتری بکنین و همچنان فایده دیگه مطالعه ای است که دوستا باعث میشه که انسان یک انسان منضبط در زندگی شوه. هر قدر که شما مطالعه بکنین به مو اندازه شما دارای انضباط خاص در زندگیتان میشین و همچنان مطالعه تمرکز فکری شما را خیلی زیاد افزایش میده دوستا. یک بار بعد از دیدن همین ویدیو شما کوشش بکنین که مطالعه بکنین یک کتاب، به تعقیبش هفته بعد دیگه کتابه، به همین ترتیب کتابای بسیار زیاد مطالعه بکنین. ببینین هر قدر که شما مطالعه میکنین به همو اندازه روز به روز تمرکز شما افزایش پیدا میکنه، تمرکز شما روز به روز زیادتر شده میره. فایده دیگه مطالعه ای از دوستا که مطالعه روابط اجتماعی و فردی شما را تقویت میکنه. به هر اندازه که مطالعه داشته باشین به مو اندازه میتونین که در جامعه با افراد مختلف، با افکار مختلف، با ایده های مختلف بسیار زود ارتباط برقرار بکنین. مطالعه باعث میشه که شما اهدافی که در زندگی دارین به او اهدافتان برسین. ببینین دوستا، اگر شما در زندگیتان یک هدف دارین که شما باید رئیس یک کمپانی تکنولوژی شوین، یا یک هدف دارین در زندگیتان که شما باید ثروتمندترین مرد افغانستان شوین، همه از این به مطالعه ضرورت داره. خب شما مجبور میشین میرین در مورد کسایی که در عرصه تکنولوژی کار کرده مطالعه میکنین که اونا چی کار کردن تا بالاخره امروز قدر موفق هستن. کتاب ها را مطالعه میکنین، سایت های اینترنتی، کتاب های الکترونیکی میبینین، پژوهش میکنین و بالاخره و همین ترتیب. اگر شما میخواین که در زندگیتان یک فرد بسیار ثروتمند شوین، شما اولین کاری که میکنین این است که تمام کتابهایی را میخوانین، تمام کتابهایی را مطالعه میکنین که در مورد افراد ثروتمند دنیا نوشته شده. شما بازم مطالعه میکنین. بنابراین ما هر هدفی که در زندگی ما داشته باشیم دوستان، در هر عرصه زندگی ما که ما هدف داشته باشیم، وقتی که ما او هدف برای ما انتخاب میکنیم، ما به خاطر رسیدن به او هدف میخوایم مطالعه بکنیم دوستان. بنان مطالعه باعث میشه تا ای که ما برسیم به اهداف ما در زندگی. مطالعه شما را به یک سخنران خارق العاده تبدیل میکنه دوستا. مطالعه در کل شما را یک ناطق خوب میسازه. ببینین دوستای عزیز، کسایی که بسیار زیاد مطالعه میکنن، کتاب های مختلف و متفاوت میخوانن، از نویسنده های مختلف مطالعه میکنن، کتاب هایشان میخوانن، دیدگاه های مختلف میبینن، اینا کسایی میباشن که با واژه های متفاوت آشنا میشن، با جمله بندی های متفاوت آشنا میشن. اونا در کل موضوعات را اصلا میفهمه که اون موضوعات ما و شما نمیتونیم بفهمیم و بالاخره یک زمانی میشه که اونا زمانی که صحبت میکنن حداقل دو واژهشان تکرار نمیشه دوستا. اونا لکنت زبان نمیداشته باشن، خیلی فصیح صحبت میکنن. یکی از دلایلش که افرادی که بسیار سخنور موفق هستن، ناطق خوب هستن، این است که اونا بسیار زیاد مطالعه میکنن، بسیار زیاد کتاب میخونن و همین باعث میشه تا اونا خیلی یک سخنور موفق و فوق‌العاده باشن. مطالعه، مهمترین فایده مطالعه ای است که دوستا متفاوت شدن نگاه افراد است. یعنی زمانی که شما مطالعه میکنین شما متفاوت میشین در کل. شما به حقایق خیلی زیاد نزدیک میشین و حقایق بسیار زود و خوب درک میکنین. پس بنان دوستای عزیز، ببینین که مطالعه چقدر فایده داره. بازم ما میخوایم بگویم که مطالعه فواید بسیار زیاد دیگه داره که هر قدر ما در موردش بگوییم کم است. این بود فواید مطالعه. امیدوار هستم که بعد از دیدن و شنیدن همین ویدیو شما شروع بکنین. امیدوار هستم موفق باشین. خداوند نگهدارتان.